با سلام و درود فروان به شما بینندگان عزیز، انشالله که خوب، خوش و سلامت باشید. سلام به همه و انشالله کسایی که در این ور آبها زندگی میکنن دیروز به همه خوش گذشته باشه. هپی 5th of July. خب فورت تموم شد. داره چهارم پشت سر گذاشتیم دیگه. دیگه دیروز رفتیم و پشت سر گذاشتیم و جشن گرفتیم و تخت 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 تخ تخ از سه روز پیش. آقای چه همش سر و صدا سر. خب شما نرو بیرون از خونه. وا نمیشه که تو خونم که نشستی بره خسته داش میشه همش تق 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 یعنی نان استاپ هر منطقه که رفتیم اینا قبل از پورت آف جولای شروع میکنن دیگه جشن میگیرن تو به پورت آف جولای استقلال هم میخواست دیگه ولی از قبلش جشن میگیرن این تق و توق آدم میدونی یهو دلهره میندازه الان با تمام این شلوغی ها و خبر اینا یهو هر دلتون میریزه پایین مخصوصا وقتی دیگه سنتون هم بالا رفته نه بعضا اصلا پورت آف جولای اینا وقتی کار نداریم دیده آدم چند بار بعد تو آسمون این آتش بازی رو ببینه دیگه دیدی دیگه بهترینش هم دیدیم ما دیگه دیگه از این بهتر که نمیشه که عجب حرفی زد واقعیت دیگه اولا که فورت آف جولای خب روز استقلال امریکا بله. بعدم همه کازنا با هم جمع میشن یه جا هم گرم بهانه خوبیه خیلی بهانه خوبیه دور هم جمع میشن میرن دم بیچ هوا خوبه دم دریا منظورم هوا خوبه اونجا دور هم هر کی یه غذای میاره غذا میخورن بعد میرن توی آب دوباره میان بالا میشینن توی زیر درخت غذا میخورن دوباره میرن تو آب میان تخت بازی دریا میکنن. رفتن بله دیگه خیلی سرده الان خانم دریا نه والا هوا خوبه شما دریا سرده نه من از شما شن دوستان تو پام دوست نداری بله هوا گرم خیلی وقته میدونی بله. شده سال 2017 است میدونی که الان بله هوا هم خوبه نه من دوست دارم من از ماسه تو کفشم بره دوست دارم از چی خوشتون میاد چون شیکی قشنگی تجملات من از این چیزه من اصلا از مثلا برم پیکنیک دوست ندارم خانم واقعا میگم پیکنیکم برم اگه بخوام رو زمین بشینی نه اصلا علاقه ندارم بهش دوست دارم اگه برم پیکنیکم رو صندلی باشه قشنگ غذای درست کنم میز باشه بیا بهش غذا رو بخوریم خب میدونی جایی که ما میریم بالا پارکه و میزه بله تیبل یعنی از این میزهای بزرگ اینا هست خب بعد راه بری بری تا اونجا نه بعد یه حدود 20 پله میخوریم میری پایین دریا آها اون بس اوکی میتونم تا یه حدی تحملش کنم اون هتل معروف آها بله اون ایریا میدونی که اول بعد پله میخوریم میری دریا 20 بیشتر از 20 بیشتر حالا میشوریم دفعه دیگه که رفتیم دوش هم هست بعد میاد بالا دوش میگیریم آه اون دوش ها رو دوست ندارم اون دوش ها رو خوشم نمیاد شما آب سرد دوست نداری حتما آب سرد دارم دوست دارم اتفاقا از آب گرم زیاد خوشم نمیاد اتفاقا با گرما میدی را خوش ندارم بعد دستشوی تمیز همه چی اونجا هست بعد غذا دوره هم آدم بشینه بله اون دوره همه غذا خوبه ولی اصلا کلا فضایی که دوست دارم من اهل پیکنیک و این چیزا زیاد نیستم پدرم هم نبود چی نرفتی نرفتین دم دریا دمه دریا رفتم که مثلا برین توی آب و لذت ببرین تو بازی دریا برم تو آب فکر کنم آخرین باری که رفتم دریا حدودا 30 سالی میشه شوخی میکنم نه جدا من آخرین بار ما میرفتیم دریا سرف میکردیم با دوستانم و خیلی علاقه داشتم دوران دبیرستان خب اونم همه میرفتیم سرف میکردیم بعد تویی که سه تا کوسه دیدم من تو آب اوه از بیرون آبم بودم نه که توی آب بودم دیگه تصدیل گرفتم که هیچ وقت تو آب نرم نه کوسه ها تو رو خورنه به خاطر که یه بار دارم یادم میادش که رفتیم دم دریا بچه ها اونجا دور هم بودیم یه لباس وسایل لباس و اینا اون کنار بود شب تا ساعت مثلا ده شب اون لباس ها و همه وسایل طرف اونجا بود بعد این ماشینای پلیس همین کنار دریا اومدن لایف گاردا و اینا اومدن و شریف کلانتر لب آب اومد بعد بهش گفتیم این اینجا لباس هاست و بعد اینا هم بس که چک کردن طرف بس که رفته تو آب دیگه بر نیشته بوده خب همین داره شنا میکنه کوسا خورده بودنش فکر کنم برای همین هم زیاد علاقه ندارم دیگه علاقه نه تو گودی نه ولی همین دمو بالاخره یه ذره آب بازی فرق نمی کنه این دم و اون دم نداره دم نداره دریای اینجا که اینجوری نیست که یه ذره یه ذره شما یه اندازه که میرید بعد دیگه خب تا اینجا دیگه بسه دیگه نمیاد کوسه تا اونجا که اینجا باشه بسه که به نوع کوسش داره نه
حالا بازم. دیگه در صورت شما دوست ندارین در. نه ما دوست نه داریم. من اصلا این فضای اینجوری رو خوشم نمیاد. جلسکی دوست دارم آره اونو دوست دارم. خب ولی در دریا و این وسایل و شن و استخ خوبه. استخ دوست دارم در صورت خوبه آدم جمع میشه فامیلی هم خانواده جمع بشن دارن خیلی مسافرت میکنه که تو این چند روز برن فامیلشون رو ببینن. امریکایی‌ها راجع به خارجی ها امریکایی ها صحبت میکنن. شما این حوالی همیشه میرفتید به لافلر اگه اشتباه نکنم نه این فورت آف جولای نه ولی در تابستون بله میرفتیم اونجا جلسکی میکردیم اونجا میره که آب سرده خیلی سرده اونجا آره. ولی خب دیگه من دوست دارم من هم در جلسکی رو در کارائیب خیلی علاقه من بودم بهش نرفت آره کریبیان به قول معروف در کریبیان سن تامس و سن مارتی اونجا خیلی قشنگه آب گرمی داره آبش خیلی خوبه جتسکی هم خوبه اینجا کل وقتی جتسکی میکنی آب سرد سرد بهت میپاشه یا بعدم اون هیجانی که داری جتسکی میکنی خوشت میاد دیگه. در صورت روز همه اینها بهانه ایه که آدم فامیلی داره هم جمع شه به خصوص ما ایرونی ها که عاشق این مسئله ایم که یه مسئله پیش بیاد و دور هم جمع شیم همدیگر رو ببینیم درسته. خدا ایشالله این مسائل رو از ما نگیره و همیشه به یاد همدیگه باشیم کازنا دور هم دیگه در صورت استقلال آمریکا رو جشن بگیریم بعد شب هم که دیگه وقتی آفتاب میره اینا شروع میکنن واقعا هم زیباست حالا تو میگه آدم صد بارم ببینه مثل یه فیلم قشنگه. شما چند بار فیلم گادفادر رو دیدی؟ بله. چند بار پری وومن رو دیدی؟ هنوز وقتی میذاری نگاه میکنی خوشت میاد. یه فیلمایی هست که هیچ وقت برات کهنه نمیشه. همین پری وومن کدومه خانم؟ پری وومن. آها. شما هنوز زبان میگی. اون پری وومن اون چه خانم پری بوده؟ خیلی قشنگ بود. هنوزم میره قشنگ. اشک و لبخند هم مال اون سال من بچه بودم هنوزش ندارم دیگه. دیگه تعامل نه. به نظر من فیلمای مثل اشک و لبخند ها داشته بود دوستان باید موزیکال دوست داشته باشه. نه اصلا به اون رفت داره یادتون باشه دنیا سرعتش تند شده اشک و لبخند ها فیلم های مثل برباد رفته کازابلانکا همشهری کید اینا سرعتشون کمه شما نمیتونید دیگه ببینید نه من نمیتونم ببینم الان تو دانشگاه هم که مثلا درس فیلم همشهری کید رو میدن یا همون سیتیزن کین برای بچه های امروزه یه مقداری برایشون بچه های امروزی دوست نداره بچه های امروزی همین لالالند اومدن دوست نداشتن برای اینکه موزیکال خب لالالند این همه جایزه بود اون خاصه ولی کلا بچه های زن فردم ولی سنای ما من دوست ندارم مثلا در مورد سنای شما رو نمیدونم من نمیتونم تحمل کنم نمیدونم کازابلانکا و چی در نظر تو میخوره کازابلانکا و برباد رفته اینا رو نمیتونم تحمل کنم جدا نمیتونم تحمل کنم آتش بازی هم به همون صورته که شما وقتی میرید نگاه میکنید لذت میبرید مثل یک فیلم خوبه چیزای زیبا رو آدم همیشه خوب ببینه و لذت ببره بعضیا نمیتونن بلد نیستن یا حالا دیگه باید بگذاریم در صورت هپی فورت آف جولای اند فیفت آف جولای اند سیونت آف جولای از همه جولای ایشالله مبارکتون بشه بله خب شما خوش گذشت بهتون کار نکردم شما کار میکردیم بله خدا رو شد نه آدم خیلی آدم خوبیه که همیشه سر کار تو تلویزیون رو نگاه کردم دارن آتش بازی میکنن قشنگ ترین جا برای این کار خانم قشنگ ترین نیوزیلنده
اینساید نیستن، یعنی داخل دیزنیلند نیستن، اون کنارا یا جاهای پارک میکنن که فقط این آتش بازی ببینن. خیلی قشنگه. علی جان یاد باشه انقدر همه چی گرون شده آدم فهم خواه بغلش رد شه. مثل این بود که میگفتن خانم اومد برگشت گفتش که به شوهرش گفتش که من خیلی چلو کباب دوست دارم، اگه میشه بریم چلو کباب، گفت که اخلاق تو خوب کنی به حرفام گوش بدی، خونه رو تمیز کنی، من هفته دیگه میبرم از بغلش رد میشه. حالا اینجوری شده، خیلی گرون شده دیزیلند. 100 خورده‌ای برای هر نفری. یا تو میشه اگر یه زن و شوهر دو تا بچه داشته باشن فقط تیکت بخوام، یعنی بلیت بخوام بخرن، 600 دلار خرجش رو میشه قبل از اینکه شما دارا میدونی تازه اونجوری نمیدونم گرم یه بطری آب 15 دلار یه دونه ساندویچ 10 دلار آخه به نظر من اشتباهه. همه چی خرجا رفته بالا، اونم با درآمد داشته باشن دیگه. خب آره به یادتون باشه دیگه، یه زمانی حداقل پول برای یه کارگر در آمریکا 3 دلار بود، متوجه این؟ بله. خب اون موقع هم بلیط دیزنیلند 2 دلار خورد، بگم 27-28 دلار بود، 24-25 دلار بود، یه موقعی 8 دلار بوده. بله آره اون نه، من دوران ما 20 خورده‌ای دلار بله. بود. ولی امروز وقتی کار یه نفری مثلا کارمندای دیزنیلند حدود 15 دلار میانگین شروع میخوان کار کنن 15 دلار ساعتی میگیرن، برای این حساب کنید 5 برابر شده. آره ولی من میدونه سوالم چیه، من اینه، من میگم که خب حالا که شده 100 خورده به، اگه هی مردم نخوان برن که خب کارگران بدبخت. شما شنیدید صف مردم در اونجا برای هر یک دونه رایدی که یا هر دونه از این شوهایی که میخواید بید سوارش بشید ببردتون حدوداً میگن 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم صفه. 1 ساعت و نیم صف. خیلی سخته، خیلی زیاده. 1 ساعت و نیم. ولی تمام جاهای دیگه. البته واسه شما نمیدونم صف برای پیر مرد زنا قیمتش فرق داره. سینیور سیتیزن. مثلا الان میخوام میام سینما فوری میگم سینیور سیتیزن. ولی کسی که میان آمریکا یا کسی که میخوام برن مثلا دیزنیلند، ماجیک ماونتن اینها، یه کاری باید بکنم. به نظر من این پیشنهاد میکنم. اونم این است که از قبل اگر برنامه‌ریزی بکنن میتونن بلیطی تهیه کنن که تو صف نمیستن. البته این تعداد داره، برای همین قبل از اینکه اون بلیط ها تمام بشه میتونید اونها رو از طریق اینترنت یا صبح زود که برید خریداری کنید. بعد یه جاهایی هست میگن اگر مثلا کوکاکولا یه چیزی داره که اگر از اونها بخرید تخفیف میده. آره تخفیف به صف رفتن. آره نه من راجب تخفیفش داشتم، اون تخفیفش بهتر از صفش، بالاخره پول دیگه. نه صفه خیلی بهتره، جون نیست که وقتتون رو نگه میده. آره وقتتون رو خیلی میتونید ازش استفاده کنید. چند سال پیش رفته بودین دیزنیلند؟ چند سال گذشت؟ آخری باری که دیزنیلند بودم برای پریمیر فیلم دزدان دریایی کارائیب بود که فکر کنم اشتباه نکنم 3 سال پیش بود. خب پس آخرین بارش اون بود. من برای شغل برم سوار این چیزا بشم و اینها نشدم. فقط رفتم منم بالا برای 15-16 سالی مهمانی اومد. خود ما اینجا هستیم ولی خب تو ما اون موقع که بلیتش بود 30-40 دلار خب هر کی که میومد از ایران یا از جای دیگه میومد بچه‌م داشتن میرفتیم دیگه، بس بود دیگه، همه رو دیدیم. البته خب خیلی عوض شده، خیلی. همه چی عوض شده ولی دیگه بس دیگه. بله حالا شما لطمون برد حتما میریم شما رو میبریم. بله رفتم یک ماجرای برام اتفاق افتاد، گفتم بعد نیست که با هم اینو شیر بکنیم. هفته پیش وارد خونه شدم، در باز کردم، بعد دیدم که پرده داره منزلم، اگر بتونن نشون بدن. بله دیدم که روی بالکنی نیست که 2 تا کفتر بغل هم نشستن. گفتم ایوه، بلکه من هر روز که میام بیرون روی این هره میگن دیگه، هره مال بالکنی نون میریزم یا غذا میریزم برای کلاغ، دارم جوجه دارم اینا میان دیگه، میان غذا میخوان، آبم میذارم. نگفتم ایوه 2 تا کفتر انگار بغل هم نشستن. کبوتر. گفتم ایوه چقدر قشنگی، 2 تا بغل هم نشستن. من شدم هنوز نشستن. گفتم ای وای چقدر جالب، ببینید چقدر اینا حیوونا به هم عشق میدن که این دوتا راحت نشستن. خب منو نمیبینن چون پرده کشته شده، من نمیبینم، پردم توریه. گفتم برم نگاه کنم ببینم از کدوم از این کبوترا هستن اینا. رفتم از تو اتاق خوابم یواش چون گفتم نمیپرن،
یکم تو دل استغفر را افتاد. شب قبلش کفش های کتونی مو شسته بودم گذاشته دارم اونجا خوشه بلازم مدر بارد شدم مثل کم بودم. اینقدر خودم اونجا خیلی مریضا گفتم باید این حواسم باشه حتما تعریف کنم دوستان بگم بابا واقعا وقتی آدم سنش میره بالا یادش میره و یه چی... و تو چیجوری میبینی هر چیزی بابا سن رب نداره اون چیزی که تو دوست داری ببینی. یا حست اونجوری نگاه میکن اون میبینه اون به سن رب نداره ولی خیلی بابا آره. خودم اینقدر خیلیم گفتم نگاه کن تو خودم یادم رفته کفشای کتونیمو شستم گشتم اونجا آفتاب بخوره خوش اومدم با چشه خدا چقدر خوشگلن کبودم اینم از مادی بلاخره میگذره خب دیگه چه خبر؟ دیگه خبرو زیاده میدونیم که شنیدی که هفته پیش توی 405 یه دون از این هواپیماهای کوچیک بلند میشه از جانف کندی نه از باب هوپ فکرم نه 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 جان وین ایرپورت جان وین ایرپورت بلند میشه و میفته تو 405 میفته روی ماشین بدبخت بیچاره من ندیدم تو تصویر رو ماشین افتاده باشه نه من رو ماشین رو ندیدم ولی دیدم که یعنی عکسش رو گرفته بودن که تو 405 افتاده و اون کسی که ماشین یعنی این افتاده رو ماشینش اون گوشه خوابونده بودن و منتظر بودن که آمبولانس بیاد اون کسی که همون آن گرفته بود دیدم فیلمشو من همون صبح زود داشتم نگاه میکردم خبر رو دیدم که یه نفر از این ور فریوی پروفایل اون یه فریوی یا یک شهر یک از این شهرهای بسیار پر رفت آمده دیدم طرف داره میگیره از تو اتوبان داره میره و از اون بالا سرش هواپیمای داره میاد پایین میاد پایین میاد پایین این هم که داشت میرفت از بغلش گرفت که این خورد و منفجر شد و هواپیمای منفجر شد هواپیمای کوچیکی بود خیلی کوچیکی و سه نفر مجروح شدن کسی یعنی نمون تا اون لحظه که من نگاه کردم هیچ کدومشون از بین نرفت ولی بعد خیلی بد شانس باشه من یادم چند سال پیش نشون میداد که یک آقایی توی خونهش نشسته بوده داشته کارهای حسابداریش انجام میداده یه ماشینی از بالای جایی که مثلا به این صورت بوده خونه اینجا بوده از این بالا پرت میشه شپلق میفته روی این خونه آقای بیچاره فوت شانس دیگه شانس اون به اون یه بد شانسی البته آره دیگه شانس بده دیگه شانس بده خیلی بد و بد شانس میگن طرف قسمتش این بوده که این اتفاق ازش بیفته به خدا من این داستان قسمت رو نمیتونم درک کنم به اون صورت ولی قسمت خیلی بد جوری آره بگن طرف شما فکر ثانیه رو حساب کنید که 5 ثانیه اینورتا یا 5 ثانیه اونورتا مثلا میتونه یه جور دیگه بشه و کشته نشد طرف آره 100% در انگلیس هم یک بیلدینگ آتیش میگیره 4 طبقه یک دختر 17 ساله خودشو میرسونه به پنجره و حتی از پنجره خودشو پرت میکنه پایین میدونه که خب پایین میگیرنشو ولی متاسفانه انقدر این دود و اینا زیاد بوده که حیوانی از بین میره یعنی اگر 5 ثانیه زودتر این رسیده بوده به پنجره و پریده بوده و اینا بهش اکسیژن میدادن زنده میمونه این بدشانسیه خیلی بدشانسیه این همون قسمتیه که متاسفانه انشالله برای کسی پیش نمیاد شما بوکس نگاه میکنی؟ من قدیما نگاه میکردم آره وقتی این آقای چیز بود که گوشه اونو گاز گرفت اول از همه یه مشکل من بگم برای تمام دوستان عزیزم که چه هنرمندان نازنین چه رسانه های داخل کشوری یه اشتباه بزرگی میکنم من تو صفحه تحمیل مینانی عزیز دیدم تو صفحه پرویز پرستویی عزیز دیدم تو صفحه نمیدونم نیوز اینستاگرام اونا دیدم که عکسی از محمد علی نگذاشته بودن و نمیشتودن محمد علی کلی این مسئله رو بارها هم این مسئله رو عنوان کردم محمد علی اسم نیست که کسی بخواد فامیل کلی رو بذاره توجه به این داشته باشید که اسم این آدم محمد علی بوده محمد اسمشه، علی فامیلشه این نیستش که مثل فردین بشه محمد علی فردین حالا بگن محمد علی کلی نه، محمد اسم کوچیکشه، علی فامیلشه کلی رو از خودش دور کرد گفت کلی اسم بردگی من بوده کسیس کلی رو از برای همیشه اسمش رو پاک کرد تو زندگیش و اگه یک کسی بهش میگفت
کلی اصلا نباش مصاحبه میکرد، ممکن بودش دعوام بکنه حتی تو مریضیش. خب قبول دارم این شما یه مسئله مهمیه که ماهایی که به هر صورت به دوستان عزیز من با صدها هزار با میلیون ها فالوور توی اینستاگرام توی فیسبوک تو اینها، این اشتباهات همینطور ادامه پیدا میکنه و میمونه. محمد علی اسمش محمد، فامیلش علیه. اینجا وقتی صداش میکردم میگفتم محمد علی. بله، به خاطر که محمد علی این به هیچ عنوان کسی یک زمانی از باهاش یک خبرنگاری بهش گفت محمد علی کلی، تا گفت بهش کلی از جاش بلند شد و بهش دعوا کرد گفت من کلی نیستم، کلی اسم بردگی من بوده، به خاطر که اینها همشون میگن ما اون اسمی که با خودمون هم کردیم یا حرکت دادیم اومدیم این بود. و اسم محمد علی رو این توی زندان برای خودش انتخاب کرد، میدونید که ایشون موافقت نکرد بره به جنگ و به خاطر همین در زندان رفت، به زندان، در زندان با الایجا محمد آشنا شد. الایجا محمدی که از رهبران مسلمان بود که خیلی ها رو به دین اسلام معرفی کرد، از جمله مالکوم ایکس رو، به خاطر همین هم خیلی ها اونو میشناسن. ایشون هم یکی از کسایی بودش که به نام محمد علی اسمشو گذاشتن، برای همین کلی رو همیشه از خودش دور کرد. خیلی همیشه آدمی بود که میخواست حرفش رو به کرسی بشونه، حرفش هم میزد، نمیترسید. جنگ دوست ندارم، برای چی باید برم جوانای دیگر بکشم؟ نمیرم. نرفتش و نرفت و به خاطر همونم رفت به زندان. و مسئله دیگه که در حال گفتی حالا دوران محمد علی، بعد دوران دیگه آغاز شد که به نام دوران طلایی تایسون شناخته شد. که همه درباره تایسون صحبت کردن و مایک تایسون که بعد هم بهش گفتن آیرون مایک یا مارک آهنی، مایک آهنین بهش میگفتن، به خاطر که مثل آهن بود و خیلی پر طرفدار آدم جالب بود. بذار بریم برگردیم راجع مایک تایسون. خواهش میکنم. خب داشتیم راجع به بوکس صحبت میکردیم، راجع به محمد علی صحبت میکردیم، راجع به تایسون صحبت کردیم. من یادمه که اون موقع ها لانگ تایم میشه، خیلی وقت های رضا 20 سال گذشته رایه. بله 20 سال گذشته بیشتر. من یادمه که یه مسابقه داشت که گوشه اون بله بیشتر من خیلی هولی فیلد رو آخه هی اونجا میگفتش که به داوره هی میگفت این داره مشت میزنه به جایی که نباید بزنه و داوره هی گوش نمیکرد، اینم به نظرت عصبانی شد و هی میگرفتش. بله ببین یک کارهایی که بوکسورهایی که نمیرسه زورشون ولی خب بلدن چطوری نمره پوینت برای خودشون جهت کنن، این هستش که چند تا میزنن مشت، بعدش که بهش بگن مثلا جابز، چند تا جاب میزنن، بعد میکشن بغل میکنن طرف رو، برای همین هم پوینت میگیرن همون که نمیزنه طرف پشت بزنه. به اون عصبانی شد، در سیزس پلس بود تو هوای آزاد هم گفت به داوره ها بله، و بعد گوش طرف رو کند و توف کرد بیرون، بعد گوش رو پیدا کردم وصلش کردم بهش. آره گوش رو درش پس کردم. شاید اون روز تا شب میخنده مثلا همچه چیزا، ولی حق به یعنی میدونم کار حیوان بازی هست ولی البته حیوان این کار نمیکنه، ولی برام خیلی بامزه بود این کارش. گفتم ببین چقدر این طرف عصبانی شد، یه ذره خب چیزم مغزن یه مقداری آدم عصبی هم بود، عصبی هست الان خیلی خوب شده، خیلی خوب شده، خیلی خوب شده. و بسیار هم الان محبوب و دوست داشتنیه. ولی این هفته ورزش بوکس، بذار اینجوری بگم، ورزش بوکس ورزشی که رفته رفته رنگ داره میبازه، به خصوص به UFC که این توی اکتاگون یا توی این چیز زوزنقه آهنین جنگ میکنن با هم دیگه، زوزنقه توری که آزادید بزنید. ورزش بوکس ورزش خطرناکیه. ببینید ماه گذشته یه نفر به کما رفت و بعد حالا برگشت از کما، یه نفر به کما رفت و از بین رفت و از دنیا رفت، برای همین این اتفاق افتاد. هفته گذشتم منی پکیو این قهرمان معروف بوکس یک مسابقه داشت با یک استرالیایی که اینا رو گروه هم دیگه جونز قرار گرفتن این دو نفر، و بعد بازی تو استرالیا بودش، داورها رای رو به استرالیایی دادن و به او گفتن او برنده شده، در صورتی که تمام
خبرنگارا زمانی که مسابقه اتفاق بیفتاد و پیش میرفت همه میگفتن داره پکیو میزنه و داره پکیو برنده میشه. یکی از دلایلی که کم رنگ شده به خاطر داورهای این مسابقه است. چند وقت پیش ثابت شدش که یکی از داورها زیر میز پول گرفته و اون رو از کار داوری برای همیشه کنار گذاشتنش. داورهای گوشه ها، نه داور وسط. و کلن رنگش رنگ باخته. این دفعه که این اتفاق افتاد سر پکیو و باختن پکیو این مسئله رو شدیدتر کرد و این پکیو یه آدم بسیار محبوب فیلیپینیه، خیلی محبوبه، خیلی دوستش دارن، خیلی به مردم کمک کرده. خب نمیتونن اعتراض بکنن، مربیش نمیتونه اعتراض بکنن. اعتراض میتونن بکنن ولی این اعتراض دیگه کارساز نیست، چون سه تا داور هستن و هر سه تا داورم به اون طرف رأی دادن و کلن هم یه توش سوال برانگیزه. البته میگن همیشه خانه ورزشکاره یکی از نقشه مهم رو بازی میکنه و اگر مثلا این بازی تو وگاس بود یا تو فیلیپین بود مطمئنا پکیو برنده بود. این داستان دیگه است. اما حالا داستانی که یه نفر از یو اف سی اوکی بلند شده اومده داره میره با یه نفر در بوکس مسابقه بده و جالبی ترش اینه که اونی که تو بوکس هستش الان 40 سالشه، بوکس رو گذاشته بود کنار 2 ساله برای همیشه و تصمیم گرفته بود که دیگه هیچ وقت بوکس بازی نکنه. اوکی؟ طرف مقابل که مک‌گرگور نام داره، این روبروش در واقع قهرمان یو اف سیه اما تصمیم گرفته که بیاد بوکس انجام بده. متوجه شدی؟ خیلی جالبه. بعد این چند سالشه؟ اون سی سالشه. با این جوانتر. اما داستان این هستش که قصه مهم به اینجا میرسه. نه اینکه داریم صحبت از پول میکنیم، صحبت از این میکنیم که بوکسور 200 میلیون دلار داره پول میگیره که این بوکس رو انجام بده. من میرم. و 200 میلیون دلار داره پول. اونی که ببره؟ نه. هر کدوم؟ بوکسور هستش. 200 میلیون دلار. 200 میلیون دلار میگیره که 10 راند، حالا هر چند راند بکشه دیگه. 10 راند. اصلا رو اولی بخوره بیفته زمین. یا بزنه. اون طرف روبروی اوکی. اون طرف روبروی داره 100 میلیون میگیره. چرا؟ اینکه اولتره. چون این قبول کرد. اون هی گفت بیایم بازی کنیم. این قبول کرد که این اتفاق بیفته. من یه سوال برمیش اومده، این 200 میلیون دلار از کجا میاد؟ از اسپانسرها، از فروش تیکت، از تمام اینها در کنار هم دیگه. ببین چقدر باید باشه که 200 میلیون فقط به این بدن. کاملا. یک بیلیون دلار این و این مسابقه تیکت خرج داره، درآمد به وجود میاره. واو. $1 بیلیون حداقل، یعنی میان که صحبت که شده یا 1 میلیارد دلار بهتره بگم داره پول به وجود میاره. حداقل 1 میلیاردش حداقله. علی تو چجور دوستی هستی؟ واقعا ببینی؟ پاشو برو اونجا. برم اونجا. ببو من حاضرم به جنگم، میزنم یه ذره سر و صدا، ما هم دوربینو میاریم. جیغ داد آره این میزنه. نه مال ما بهمون هیچی نمیرسه. با مشت اول خوب آدم بیافته. آره با مشت اول روی زمین. اگزکلی. باید بیافتی 5 میلیون. والا به خدا من حاضرم 2 تا مشتم بزنم. آره 5 میلیون دلار تو بگیرم 2 تا مشت بزنم یه ذره سیاه میشه بعدم تمامش میگیری. اصلا تا یارو دستش داره میخوره بیافت زمین قش کن. میدم جالبه این واقعا. ولی خب اینا به خاطر چی اینقدر گرون و داغ میشه؟ چون همه شرط بندی ها روش داره اتفاق میفته. شرط بندی اون تمام شما... اون راست دیگه. شما شرط بندی میکنید؟ خیلی. حالا اگه قرار بود شرط بندی بکنید فکر میکنید که کدوم میبره؟ من اگه قرار شرط بندی میکنم روی همون بوکسوره فلوید میویدر به نظر من شانسش بیشتره. با اینکه 10 سال پیرتره. با اینکه 10 سال سنش بیشتره ولی بوکسوره. و یادت باشه اون قهرمانیش به خاطر که از آرنجش استفاده میکنه، از زانوش استفاده میکنه، لگد میزنه، همه حرفا. الان دیگه دستش بسته است. یادت باشه در بوکس شما از کمر به بالا میتونی مشت بزنی؟
لگد و مگد نیست. پشت سر نمیتونی مش بزنی، پشت کله نمیتونی مش بزنی، نمیتونی طرف رو اگر گردنشو بگیری، ببین همه اینا هست ولی تو بازی که اون اون همه اینا وجود داره. ولی مک‌گرگور خیلی قویه، خیلی هم گردن کلفته، ایرلندیه، پوست کلفت بسیار. ولی فلوید میویدر هنرش در اینه، چند تا مشت میزنه خودشو میکشه عقب، چند تا مشت میزنه خودشو میکشه عقب. کدوم قد بلندتره؟ فکر کنم میویدر بلندتر باشه، الان یادم نمیاد، ولی بازم به این مسئله نمیشه روش حساب کرد. در بوکس باز دوباره دو تا حالت داره، یادتون باشه اگر شما قدت بلندتر باشه در بوکس باید فاصله تو با طرف مقابل حفظ کنی، متوجه ای؟ چرا؟ بخواد که با فاصله، نه با فاصله میتونی مشتاده بزنی. اما اگه قدت کوتاه‌تر باشه باید هرچه زودتر خودتو نزدیک کنی به اون شخص که بتونی از پایین کار کنی، از بزن به کمر و ایران باش بزنی. به خاطر همه اگر باز دوباره برگردیم به گذشته، اوکی، تریلا منلا مسابقه بوکس کلی، یا الان ببخشید اشتباه شد، محمد علی. آفرین. مسابقه بوکس محمد علی در مقابل کی بود؟ جو فریزر. جو فریزر چه کاری کرد؟ رفت داخل و از داخل شروع کرد زدن محمد علی رو زدن و برنده شد. یادمون باشه چقدر ایران همه غمگین بودن و برنده شد فریزر، که پسرموشون باخته. ولی برای کل داستان این هستش که شما باید اون تاکتیکه رو یادت باشه و بدونی چطوری باید این تاکتیک رو انجام بدی. این حالا کی هست مسابقه؟ میدونی اگزکت؟ تو آگسته، تو ماه آگست هسته، دو ماه دیگه. آره میشه اواخر مرداد ماه فکر کنم، اون طرف آدم میادش اواخر مرداد ماه در ایران میشه در آگست هست، در لاس وگاس. در لاس وگاس خواهد بود و هتل بیشتر از هر جایی من فکر کنم که MGM گرنده. بله MGM گرنده. در اینجور مسابقه ها تو دو تا هتل اتفاق ممکنه بیفته، یا مندلای بیه یا MGM گرنده. من البته میگم بوکس زیاد دوست ندارم، اصلا وقتی هم گرم میزنم دوست ندارم، ولی بالاخره یه ورزش دیگه، دست ما که نیست ما بگیم این کارو بکنیم یا نه. آقا گولاخر دیدی؟ آمریکایی هستی که گولاخ کیه؟ اون گنده گردن کلفته. ببین اینو فکر کن، مثلا این لاستیکا رو میگیره بیندازه پشت کلش، لاستیکا، لاستیکای بزرگ، ماشین میکشه. ماشین خودمون داشتیم تو ایران، یه آقایی بود که ماشین میکشید. آره خدا بود. آها اون قدیمی ها رو میگی. اینی که تا در ایران به تازگی بود که مرد گرد مرد قوی جسته بود، ایشون فوت کشته شد. آره ولی اونی که شما داری میگی خلیل عقاب بود، مجبه پاره میکرد. آره یکی بود پاره میکرد ماشین. آره آره ماشین بلند میکرد. آره اون خلیل عقاب بود، اون که خدا بیا مرزدشون خیلی قدیمیه، مال قدیم هاست. ولی این چیز یه روز با یکی از کازینا داشتیم یه عروسیش رو نگاه میکردیم، همه فوت کرده بودن. گفتم این باید فروید گوه، این فوت کرده. گفتم این مرده، آره این هم رفته، این هم مرده. گفتم خب همه که مرده، ولی خودمونم باور نمیشه که سنمون چجوری رفته، چون یه ها یه هنر بشنشون میگه آه چقدر پیر شده. خب بابا فکر کن خود ما 20 سال سنمون رفته بالا، اون طرف یه موقعی جوون بوده، الان 23 سال سنه اومده بالا دیگه. من چند وقت پیش با جین سیمور یه گفتگو داشتیم و همینطورم یه عکس گرفتیم، عکس رو داشتم تو صفحه اینستاگرام خودم، عکس تو صفحه اینستاگرام بود و من نمیدونستم که اینقدر این سریال دکتر کوین اند مدیسن من اینقدر در ایران مطرح بوده. در ایران به نام پزشک دهکده میشناسنش. بعد همینطور آدم های مختلف اومده بودن پیغام نوشتن که چقدر سنش رفته بالا، وای چقدر پیر شده، وای چقدر اینجوریه. و دیدم چقدر خوب یادشون هست اینا، همونی که شما گفتید، خود طرف خودش متوجه نمیشه که سنش رفته بالا. Exactly. اون یکی رو میبینه فکر کنه اون چقدر سنش رفته بالا. با نگاه کنیم این طرف چقدر قیافش فرق کرده، سنش خیلی رفته. بعد یهو یه خودتون تصیب کنیم یه ای بای اون یه 30 سال پیش بود، من خودم اون موقع 30 سال جوان‌تر بودم. بله همینطوره. آی زود گذشت، خیلی زود گذشت، ولی یاد بگیریم که
الان به هر جایم که اینجا خانم خیلی زود میگذره. نه ببین تو از یه سنی نه شروع میکنه. آمریکا زود میگذره. چیزایی میگی مگه عقربه اینجا اینطوری تون میگه؟ نه بخاطر که مردم تو سرعت زندگی هست. زندگی تو آمریکا سریع زندگی اصلا فصل شده. عمر ما داره بخاطر زندگی تو آمریکا سریع داره حرکت میکنه. آقای امیر قاسمی که از دوستان من چشم به هم میزنم، من یه ستاپ میکنم مثلا دوستان رو که مثلا برای ضبط برنامه چش به هم میذارم پنجشنبه میرسه دوباره. بله من خواستم اونجا پنجشنبه باز صحبت کنم که دوستان من آمدن برنامه شما رو دیدن مغز من را خوردن، همونی نداشتیم اون یه ذرم که مونده بود خوردن، که کسایی که اومدن و برنامه شما دیدن کسایی بودن که خیلی در جامعه ایرانی نیستن. بله. در برنامه های ایرانی و از سن خیلی کم در امریکا بزرگ شدن و برنامه شما رو مقایسه نه خب بخاطر که فکر کنید علیرضا دارم من خیلی سعی می‌کنم حالا کتابی هم حرف بزنم. بله این دوست من در اینجا بزرگ شده، مدرسه رفته، از سن 13 سالگی اینجا بوده و کسانی که با ایشون رفته بودن همه کسایی که در اینجا بزرگ شدن و برای اولین بارم رفتن برنامه آقای امیر قاسمی رو نگاه کردم، برنامه پنج شنبه ها، و وقتی اومد پریمان میگفتش که هیچ کمبودی علیرضا نداره از برنامه های امریکایی و چقدر خوبه که آدم مقایسه بشه با یک شوی امریکایی. یادتون باشه یک شوی امریکایی شویه که خیلی روش زحمت کشیده میشه که همه چی واقعا درست انجام شه. گفتم من شوی جیلر رو رفتم. بله. شوی زیاد رفتم و واقعا دنسینگ ایت استارز رفتی. بله اون اول وی آی پی با اجازت، نه اینکه ما دعوت شده باشیم، ما آخر بودیم، گفتن جا نداریم دیگه برید فردا بیاین. حالا بشینید اگه از این وی آی پی ها نیومد باشه منو دوست عزیزم شماره من وی آی پی میشه. منم به دوستم گفتم پاشو بریم. گفتم نه حالا وایس می یهو طرف، البته دوستم چون بسیار زیبا هستن و خوشگل فکر کنم که بیشتر ایشون رو نگاه میکنم، ما که دیگه سنی از هم باشه، صدا که شما دو تا بیاین وی آی پی نیومده ما رو برد و بسیار جای شما خالی بسیار خوش گذشت. ولی وقتی نگاه میکنی، وقتی میبینی که علیرضا امیرقاسمی مقایسه شده با یک شوی امریکایی، خودت خیلی خیلی پراود میشی. میدونی بالاخره آدم هر چند که شما اگر اشتباه در کارت داشته باشی، اشتباه در زندگی کرده باشی، هر کاری باشه، بالاخره متاسفانه همکار بنده هستی و بنده هم این چندین سال مثل خاله ویدا این بغل نشسته و این گوش کرده، طرفداری کرده، جای شما حرف زده و جای شما از اشتباهات شما هم گفته. فکر نکنید. بله. من آدمی نیستم که قاضی بدی باشم. من اگه اشتباه کردی گفتم، اگه خوب بوده بهت گفتم. بهت باش. حالا از خالگی و همکاری بگذاریم، بالاخره ما دو تا دوستم هستیم دیگه. سالیان دراز آدم میشه مثل خواهر برادر و سعی میکنه چون من سنم بالاتره، همیشه چون مادر بزرگم شدم سعی میکنم مثل یک مادر بزرگ خوب نصیحتم بکنم. ولی واقعا تبریک. مرسی. بسیار بسیار برنامه‌ای که مورد توجه همه قرار گرفته. خوشحالم که اون کاری رو که همیشه دوست داشتی انجام بدی داری انجام بدی. مرسی. منم دوست دارم و دوستان هنرمندیم که شرکت میکنن واقعا هر هفته یک حال دیگه‌ای داره، یه حس دیگه‌ای داره، خیلی خوشحال کننده است. فردا در برنامه فردامون که در تپش پخش خواهد شد، عزیزانی مثل علیرضا مهبودی، شهریار قنبری، راستین، کن داویتیان، هنرمند مطرح هالیوودی دیگه خدمت رو عرض کنم، او خانم استرلا نوری هنرمند هست باز دوباره. علیرضا یادت ما اون موقع که شما میخواستی این کار رو بکنی ما در تپش کلبسس دستو بود. آه اون خیلی وقت پیش، اون خیلی زمان پیش. آه بعدش رفتیم کلبسس. و شما وقتی که داشتی این استیج رو درست میکردی، وقتی با من صحبت کردی من به تو گفتم ایرونی ها یه عادتی دارن که نمیان شو، نمیان، یعنی واقعا من همیشه هم بعضی گفتم خیلی کار سختیه که مردم رو بیا. عزیزم گفت من میتونم این کار رو بکنم، I can do it. وقتی مردم برنامه رو ببینن دوست داشته باشن میان. و من هی بهشون گفتم والا به خدا ایرونی ها براشون اینجورا. و برام جالبه بهتون بگم که میان و پشت در هم میمونن.
الان اینقدر خوبه، اینقدر خوشبختانه، اینقدر مورد توجه قرار گرفته که ما لیست رو از قبل آماده میکنن که بتونن همه کسایی که دو لیست هستن رو فقط اول راه بدن و اول بتونن بیان تو. خیلی راحته، میتونن تماس بگیرن، اسمشون رو میذارن و میان. مثلا من یه حرفی اینجا بزنم که چون یه از دوستانم داشتن صحبت میکردن که برای این برنامه چارج میشه. نه، چارج نمیشه. شما فقط زنگ زن، این برنامه امریکاییه. شما وقتی میرید یه شو امریکایی شما رو چارج نمیکنه، ولی شما باید زنگ بزنید، اسم و لست نیمتون رو بدید و بگید دو نفر سه نفر و اسم اون طرف رو هم میدید و اونجا میرید آیدیتون نشون میدید میرید تو. شما پولی نمیدید. درسته. برنامه عریض همه قاسمی exactly the same. یعنی شما زنگ میزنید میگید دارید میاید و خواهش میکنیم کسایی که اگر احیانا یه emergency پیش میاد زنگ بزنن و بگن که نمیتونن، چون کسای دیگه هستن که خب اسمشون رو میذارم اگر کسی کنسل کرد ما درست بتونیم بیاییم، چون جا به اندازه اگر 200 نفره فقط 200 نفر میتونن بشن، نمیشه 202 نفر بشین. نه، و چون ایستاده ما نداریم و بعد از طرف دیگه اون سالونی که ما درست کردیم و اونقدر رو برسا زحمت کشیدیم براش 30 تا جای نشستن داشت. اینجا 300 نفر ما پر میکنیم اون که هر شما هفته ساختیم. بله، هر هفته 300 تا 400 نفر آدم میاد هر هفته. بله. و یه چیز دیگه هم که واسه بگم، با احترام به همه دوستان هنرمندم، این از جمعیت هایی که در کلاب ها و کاباره ها هستش جمعیت بیشتری به دیدن این هنرمندان میان. چرا؟ بخاطر که یه تجربه تازه است. مردم یه سری خسته شدن از دیدن معمولی یا کار معمولی، ولی این یه کار تازه است که برای همینم مردم دوست دارم. جالبه. آره، انشالله که موفق بشی. بله، من راجبش شنیدم و خیلی هم خوشحال شدم. مرسی. چون میدونم خیلی داری یعنی رو این فکر کرده بودی و خوشحالم که مرسی به کاری که میخواستی داری میرسی. مرسی. به اصلا تماس بگیرن دوستانی که مایل هستن به برنامه تب پنجشنبه شب یا Thursday Night Fever بیان، تماس بگیرن با Stars on Brand در گلندل با این شماره تلفن که تمام مدت زیر صفحه بود. به لس آنجلس میاید، یه پنجشنبه تون رو بذارید و بیاید و انشالله که بتونم ببینیمتون رو. نه، بهتون خوش میگذره. 100% منم فکر کنم. مطمئنم که بهتون خیلی خوش میگذره. منم فکر کنم. داشتم نگاه میکردم دیدم که وقت داره تمام میشه البته، ولی گفتن که نمک زیاد بخرید ولی زیاد نخورید. دلیلش چیه؟ شما اگه میخواید ماهی سرخ کنید وقتی روغن میریزید یه مقدار اول نمک بریزید، این روغن ماهی نمیریزه روتون. چون یکی از دوستای من داشته ماهی سرخ میکرده، متاسفانه ریخته روغن روش و تمام سینه و شکمش اصلا پلیده یه هم شدیدن بعضی ماهی طوری که این روغن خیلی زیاده. بنابراین سعی کنید که حالا انشالله هفته های بعد راجبه نمک یه کاری هم هستش دیدی میذارم ماهی رو بعد کل روشو نمک میزنن. اینم یه حالت دیگه است، دیدم خیلی جالب بود برام. بعد چی میشد؟ بعد میذاری توی آون با اون همه نمک؟ با نمک خیلی زیاد، بعد دور تا دورشو چیز میپیچن، دور تا دورشو فویل میپیچن. آن بعد نمک رو ماهیه یا رو فویل؟ رو ماهیه. خب که میشه ماهی دودی؟ نه، میذاری بعد وقتی درآوردی نمک سفت میشه، بعد اون نمک رو میشکنن نمک رو ور میدارن دیگه. خیلی جالب رو ماهی چی بود؟ ماهی سفید، ماهی سمن بود بزرگ، وایلد سمن، سمن وحشی. بعدم نمیاد که پیداش کنیم. خیلی جالب بود. خیلی جالبه. اینو پیدا کن حتما ببین و آره. انجامش بدیم ببینیم که آیا واقعا میشه انجام داد یا نه. آره، چون نمک ها که رو پوستش دیگه، نمک ها که چیز نمیشه، ولی یه مزه خیلی جالبی میگه بگیره و خیلی چیز جالبی بود. بهترین سمن که میخواین خیلی خوشمزه بشه درس آشپزی با ویدا هلالی. لیموی زرد و لیمو ترشو خیلی نازک ببرید، زیر سمن بذارید، سمن بذارید روش، بعد نمک و فلفل و پودر سیر بذارید، بعد دوباره این لیموها رو بچینید روی سمن، بذارید تو آون، بعد درارید. انشالله که همیشه خوشحال باشید، لبتون خندان باشه و زندگی رو به زیبایی ببینید. انشالله. خیلی ممنون. یه عکس هم داشتم دوستاتم ببینن که این حیوانات چقدر جالبن. یه دونه بچه گوریل پشت شیشه پشت پنجره است، بعد یه دختری عکس گرفته ازش، بعد نشسته رو زمین، بچه گوریل اومده بغل دستش همونطور که میبینید، بعد داره عکس رو تو تلفنش به بچه گوریله نشون میده.
خیلی قشنگ است. نگاه کنید چقدر زیبا. خیلی واقعا قشنگه. حیوان‌ها بسیار احساس دارن. خیلی. یه دونه عکس دیگه دیدم باز دوباره اونم خیلی قشنگ بود. یه بچه گربهه، یه دونه بچه اردک رو بغل کرده. خیلی قربونش برم الهی. خیلی قشنگه. من دوست دارم. خیلی جالبه. اینقدر عکس قشنگه که حد نداره. یا میمونا رو دیدی؟ میمونا میمونه نشسته به بچهش درس میده. آره بچهش بغل کرده، بعد داره به بچه داره باهاش تکنولوژی یاد میده. آره تبلت و آره. تو این کارا رو میکردی وقتی پسر نه میدونستم خواهد نه سال کرده خدا نگهدار شب خواهد روز خواهد چه میدونم ای بابا.